خب قرار شد در عرض 90 ثانیه در مورد دوست نازنین دکتر صدرالدین الهی بگویم. اینطور شروع کنم که ما هم دیگر را در لس آنجلس شناختیم، درست در روزهای آغازین انقلاب منحوس اسلامی. در ایران او استاد روزنامه نگاری همسر من بود ولی من آشنایی با او نداشتم. اما در لس آنجلس اولین ضبط های تلویزیونی را در اواخر سال 1979 که عده‌ای تازه از ایران گریخته بودند با او انجام دادم، که بعد هم تا مدتی به علت گروگانگیری به ما اجازه پخش نمی دادن. جالب اینجاست که در رابطه با برنامه تلویزیونی که من در نظر داشتم همیشه با او مشورت کردم و او نام IRTV تلویزیون ایرانیان را بسیار می پسندید. اما او بیشتر اهل قلم بود و قصه. خب ابزار کارش قلم بود و من دوربین و تصویر. حتی در آغاز کار که او هم شناختی از من نداشت یک بار گفت من که بیننده برنامه نخواهم بود، در حالی که در هدف من او هم می گنجید، یعنی جزو تارگت آدینس من بود. و جالبی که بعدها اکثرا برنامه ارسال شده را می دید و خیلی اوقات تلفن می کرد و نظر می داد و نظرش هم بسیار استادانه بود. صدای پربار و شیرینش هنوز در گوشم هست. به هر حال در بین ما غربت گزیدگان کسی جای او را پر نخواهد کرد و برای ما روزنامه نگاران دکتر صدرالدین الهی تکرار شدنی نیست. روحش شاد و ما نیز تا زنده هستیم هر ساله یادش را گرامی می‌داریم. تصورم اینه که پیشتر از هر چیزی باید راجع به ایران فکر کنیم. بسیاری از هموطنان عزیز من بارها با من روبرو شدن و از من پرسیدن فلانی ایران چی میشه؟ ما یک بیت از حافظ رو فکر میکنم براتون اگر بخونی به این سوال اول شما جواب میدیم. به صبر کوش تو ای دل که حق رها نکند چنین عزیز نگینی به دست اهرمنی.